این فرمی که میبینیم بهش میگن فرم 214. این فرما جلوی کنسول آماده است، از قبل این فرم اونجا گذاشتن. حالا میتونیم اینو بخونیم تا موقع که من دارم یه سری توضیحاتی برای شما میدم. و میبینید که توی صفحه بعدیش حتی نوشته که یک کاغذ آچار دروه که نوشته که مأمور کنسول آموزش دیده است، اصلا مجبور نیستش از شما مدرکی بخواد. در غیر این صورت هم که شما موظفی مدارک و لازم رو ارائه بدید. حالا من همه حرفم اینه، من با یه دفعه رفتن به سفارت متوجه میشم که اگه کسی از من بپرسه آقا من برم سفارت چجوری و اینا، میتونم راه نمایش کنم بگم آقا شما اگه واقعا قصد اینه که بیرون اونجا نمونی و بتونی مداری که ارائه بدی برو، ولی اگه احساس کنن که بشناسنش بدونه وضعیتش چجوری اصلا مدارکی داره ارائه بده که بهش میگن خب برو به سلامت. در غیر این صورت میدونن که کنسول میفهمه که چجور آدمی رو باید کشورش رو آقای اینجوری و ترسی نیستش که شما بیرون اونجا بگی ویزای ما توریستی میخوام بگه بفرما خوش اومدی. این از این بس آدمی که ادعا میکنه مدت زیادیه که تو این کار هستش، نباید به خودش اجازه بده به هر کسی بگه که آقا شما برو من ضمانت میکنم، من ویزای تو رو برات در میارم. شما به محض اینکه برسی آنکارا یا هر جای دیگه بهت میگن آقا شما برو خودت وقت رو بر خودت بگیر. شو صحبتی اگه نمیخوای بکنی نکن، بذار آقای جمشیدی کارشو برات من انجام بدم. خب این شماره تلفنی دارن که من باهاشون تماس بگیرم؟ نه دیگه، اینجوری کار میشه که شما الان میای یه مبلغی در حد 8 میلیون تومان به حسابی که من خدمتتون عرض کنم میریزی، سپس فردا که زنگ زدی شماره پیگیری فیش واریزی که خوندی من به شما 6 رقم شناسه میدم که اون شناسه در واقع نوبت شما توی لیست انتظاری افرادی هستش که به آمریکا میخوان مهاجرت کنن. آقایی به اسم آقای جمشیدی به شما زنگ میزنه دو هفته دیگه، یه هفته و نیم دیگه که فلان روز فلان ساعت تشریف بیار سفارت. شما یه دو سه روز قبلش میدی 8 میلیون قبل از همه این مراحل. بله بله 8 میلیون قبلش میدی و بعدش هم که اومدی آمریکا پناهنده شدی 8 میلیون هم اینجا بابت پناهندگی میپردازی وقتی که پناهنده شدی. من عذرخواهی میکنم ولی خب چه فامیلیش فورا من نمیدونم چه کپاتی ازش من 8 میلیون بدید من اصلا هیچ کاری انجام نمیدم. رامین داری میدی، خب شما پول داری به رامین دلاوری میدی، شما کاری نشد که جمشیدی کیه و چیکار میکنه، شما پول از رامین میگیری اگر خدا نکرده کارت نشود به هر دلیل شو نمیده و شما میری برای خودت شانس بیاری بتونی وقت رو بگیری میری دور سفارت یه نیم ساعت توی صفحه خیلی شلوغی وای میسی، موقع که میخوای نزدیک در سفارت بشی یکی از دور از 10 متری بهت میگه آقا کت یا کاپشن اگه تنته برابرش رو به ما نشون بده، کمرت رو باز کن، بدنت رو نشون بده برای اینکه ببینن که آقا شما به خودت عمری چیزی بستی یا نه برای عملیات انتهایی رفتی. پس این وضعیت حال حاضر این دنیا بود که ما حتی به این فکر نکردیم که توی وضعیت امنیتی این آقا میگه آقا برو به سلامت همه چی هم مطمئن باش. بعدش هم چقدر ما ساده این که این حرفا رو باورمون میشه. شما ببینید، شما کسی که تو اینجا تو صف وای میسه باید وقت داشته باشه، باید پاسپورت هم داشت باشه، کسی باشه که اونجا تو کامپیوتر اسمش ثبت شده که این آقا امروز بخواد اینجا مراجعه کنه، آقای جمشیدی، آقای ایکس و ایکس، اینا همه کشکه. چقدر واقعا اینا به ما خندیدن وقتی این حرف رو زدن ما قبول کردیم، یعنی نادونی ما رو نشون میده. کافی بود یه ذره بیشتر تحقیق میکردیم. آقا هیچ کس رو راه نمیدن اون تو به غیر از خوده، فقط شما باید اونجا مصاحبه بشی، اونجا کنسول اینه بلبل فارسی با صحبت میکنه و بعد از اینکه دو دقیقه با صحبت کرد اصلا میفهمی شما برای چی اونجا هستی. واقعا متاسفم برای خودمون که ما اینقدر راحت گول این آدم رو خوردیم و چقدر راحت به ریش ما خندید و ما رو
مورد تمسخر خودش قرار داد و ما رو توی سفارت یک کشور بیگانه که تا چند سال پیش ما عزت و احترام داشتیم توی این کشور و حالا با این سهلنگاری خودمون که برای کارهایی که میکنیم تحقیق نمیکنیم بلند میشیم همینجوری شانسی بلند میشیم میریم توی این سفارت که حتی موقع که ردمون میکنن با همون حرف هم نمیزنن، یه دونه کاغذ و آثار میذارن جلو، یه نگاه بهت میکنه میگه برو بخون برو. و اینجوری پرونده ردی شما اونجا برای خودت درست میکنید. و این آدم بزدل و ترسو و بیچار و ضعیف چقدر بیچار و بدبخته که از ندونستن مردم و سادگی مردم سو استفاده میکنه به خاطر این که شکم گنده و شاق خودش رو گنده تر بکنه و پاهای کپلش رو کپل تر بکنه. من به این آدم کپل میگم که شما قصدی نداشتی جز این که برای مردم کلا بذاری و بیچارهشون کنی، با نهایت رضالت این کار کردی. خیلی آدم پستی هستی، برای اینکه کسی که داشت میشه 20 سالت این کاره خیلی راحت میتونه تشخیص بده که کیو راه نمایی کنه برای سفارت، نه اینکه هر کسی زنگ میزنه بگه آقا برو من ضمانت میکنم، من تضمین میکنم که شما بری من ویزاتو میگیرم. شما حتی برای وقت گرفتن به خودتون وقت نمیدین، شما برای که وقت سفارت رو بگیرین برای کار همچین وقتی نداشین. این هم انداختین گردن خود مردم. چرا الکی وعده میدین که یه نفر میاد تو سفارت؟ تو که خود قوانین سفارت رو میدونی، کافیه یه ماه این کار رو انجام داده باشی تا بفهمی که چه مدارک و صفت و سختی میخواد و چه آدمی باید بره تو سفارت و چه آدمی نره. شما اگه حسن نیت داشتین، اگه میدیدین برای کسی مناسب نیست، هیچ موقع جلوی یه سفارت کشور دیگانه زایش نمی کردی هموطن تو. پس نشون میده که فوق العاده آدم بیوجدانی هستی، از انسانیت هیچ پویی نبردی. این بیوجدانی و رضالت شما رو میرسونه که همچین کاری با هموطن رو میکنی. اونایی که میدونی شانسی ندارن و بعد همون اول بهشون بگی آقا بسیار شو، شما برای این پرونده شانسی نداری. چون من با یک دفعه تجربه الان میتونم یه نفر دیگر راه نمایی کنم. تو که اتحاد میشه سوال تو این کاری نباید به هر کسی بگی آقا بیا برو من تضمین کنم. میگه چه کاری کردی؟ برای یه دونه فرم پر کردن و ضایع کردن مردم از مردم پول میگیری که مردم رو ضایع کنی جلوی یه سفارت دیگه. خیلی خوب، حالا تو این کارو کردی و تخت گاز گرفتی و داری به کارت ادامه میدی. من یه چیزایی برای مردم دارم. این آدرس سایت FBIه. خب شما میری خیلی راحت تو این سایت و شکایت خودتون تنظیم میکنید. خیلی هم راحته، خیلی راحته. یه فرم چند صفحه‌ایه که خیلی راحت پرش میکنی و یه جایی داره که نوشته قسمت شهود. حالا علت این که من این آدرس سایت FBI رو گذاشتم برای شما اینه که شما بهتره که سریع‌تر از طریق این سایت اقدام کنید. چون من با کسی صحبت کردم، خانومی بودن که قبلا همچین کلاهبرداری ازشون شده بود توسط آقای رامی خانه دلاوری که ایشون اقوامی داشتن تو FBI و من با ایشون در تماس بودم که گفتن که شما فقط کافیه که کتبن این شکایت رو انجام بدید. خب من فرما پر کردم، تعداد زیادی شاهد اونجا معرفی کردم. حالا شما برای این که به این شهود دسترسی داشته باشین که خود ماهای هستیم که سرمون کلا رفته، ما هم دیگر به عنوان شاهد معرفی میکنیم و هر مدرک دیگه ای که دارین رو نگه دارین که ارسال میکنین برای FBI. شما با من تماس میگیرین، خودتون معرفی میکنین و بعد این کسایی که میخوان این فرم رو پر کنن، ما لیست شاکی ها رو بهشون میدیم که توی قسمت شهود به اضافه تلفنشون و اسامیشون
توی همین سایت FBI اضافه شن که یه موج خیلی زیادی میشه از شاکی هایی که تصمیم گرفتن از آقای دلاوری این شریاد رد واقعا بی وجدان که واقعا متاسفم اصلا نمیدونم هر چی بهشون بگیم واقعا حیفی که آدم از این انقاب اصلا استفاده کنه که چون میخنده و با تمسخر ما رو اینطوری ضایع میکنه که ما بریم توی آنکارا استانبول این سفارت رو اسیر شیم و ضایع شیم و برگردیم و بعد که بشیم دید چی شد میگه این بود اونجا بود اون اونجا نشسته بود باشه برو یه مدرک جعلی جور کن و خدا میدونه که چند نفر رو با مدرک جعلی تازه فرستاده و هم شروع میکنه خندیدن و یا بودتون که میدونین اونایی هم که چند تا قد باشن تا یه ذره بخوام باهاش صحبت کنن که بگن این چه کاری بوده چه بعدش در موردی از ترس و ضعف شروع میکنه به بددهنی فکر میکنه که مثلا الان بددهنی کنه کسی از این میترسه از این چاق کپلو تو اصلحت اینه که پوش بدی برای اینکه اونم از ناراحتی که بیماری که گرفتار شدی ترس و وحشتی که افتاده به جونت اگه کلی فوش بدی کسی از تو بترسه خیلی خب الان بگذر اینو بمان فقط شما مردم برای اینکه این سایت رو پرونده رو خیلی خوب ارائه بدیم به اختیار به شهود نیاز داریم یعنی بهتره نیاز نداریم ولی خیلی بهتره شما میتونید توضیح بدین که شما فرکانس برنامه تلویزیونی رو می‌نویسین و کلن از ابتدا تا آخر قضیه رو شما فارسی می‌نویسین از راهنماییتون می‌کنم می‌رین دارو ترجمه براتون به انگلیسی ترجمه می‌کنه خیلی سریع می‌رین اون رو یه فایل ورد که شما فایل ورد رو کپی پیست می‌کنین توی همین سایت FBI و شهود هم اگه داشته باشین بهتر واسه همین میگم که شما وقتی که این سایت رو دارین نگاه میکنین اینو زیاد نگاش کنین اینو شما کافیه که تو یوتیوب یه رامین دلاوری سرچ کنین تا این فیلم رو مشاهدهش کنین این فیلم علامت یه دونه ستاره است که میایین فکر کنم از ردیف بالا سوم یا چهارمین فیلمی باشه که حالا اگه بیشتر نگاه کنین احتمالا میره بالا کن شما اینو نگاه میکنیم و شهود رو توی اون شکایتنامه‌تون اضافه میکنیم شما فقط کافیه که این شهود رو اونجا اضافه کنین و این فرم رو بفرستیم برای FBI که این موجی که ایجاد میشه مطمئن باشین که پولتون هم پس میگیرین بله پولتون هم پس میگیرین اون موقعش که دیگه من واقعا نمیدونم اگه کسی به این آدم گذشت کنه واقعا نمیدونم به اون آدم یه چی میگن ولی واقعا یه همچین آدم بیماری نیاز داره که یه درسی بگیره و یه واقعا درمان اساسی نیاز داره چون متاسفم بگن که ایشون واقعا بیمار هستن یعنی مشکلات شدیدی دارن گرفتاری خیلی زیادی دارن که انقدر راحت با خنده تختباز دارن میرن و زن و بچه و جوان و ندار و هر کسی زنگ میزنه میگه آقا من تضمین میکنم که شما ویزا رو در میارید ای بی بوجدان کاش که اگه میدونستی برای کسی مناسب نیست حتی هر راه نمایش میکردی میگفتی آقا تو این کار رو بکن تو این کار رو نکن تو که به همه پرونده های مردم رو دسترسی داری میدونی کی چه مدرکی میتونه ارائه بده واقعا هیچ توضیحی ندارم که چجوری داری این کارو میکنی واقعا متاسفم برات برای خب مردم تقصیر بیشترشان گردن خودمونه البته تحقیق نکرد چرا انقدر راحت فریب خوردیم به خاطر اینکه خیلی عجله کردیم و حتی تحقیق نکردیم مثل من بد نداره حالا این هم یه تجربه شد با این FBI کار کردنم یاد بگیرید که فکر نکنید اون فکر که سخت بذاره رو مردم ضعیف مردم اون ترتمای پولشون رو برن خونه زندگیشون رو بفروشن بیان بدن این آقا برو بخوره کپل مپل بشه بعد کسی هم دیگه برایش پولی نمونه که بخواد بره دنبال شکایت و این حرفا
ولی نه خدا رو شکر خیلی کسایی دیگه هستن که دارن راه نمایی میکنن که اگه لازم باشه من اونا رو به شما معرفی میکنم و شما از همین جای این استارت رو بزنید بریم توی سایت اسیار شما با تنظیم این شکایت استارت بزنیم و به نتیجه میرسیم. فقط کافیه که ما با همدیگه در ارتباط باشیم و اسامی فریب خورده ها رو به عنوان شاهد تو لیست اختیار اضافه کنیم که دیگه شلوغش کنیم اونجا رو برای آقا رامین. آره شلوغش کنیم ببین آقا رامین کجا میخواد فرار کنه بره بابا.